ارتش عراق در تلاش برای خارج کردن دو شهر رمادی و فلوجه استان انبار این کشور از کنترل شبه نظامیان مرتبط با القاعده است. درگیری ها از چهارشنبه گذشته و وقتی آغاز شد که ارتش عراق با هدف آرام شدن اوضاع از این دو شهر عقب نشینی کرد. اما اکنون نوری المالکی نخست وزیر عراق که موافقت برخی از قبایل استان انبار را در نبرد علیه شورشیان جلب کرده، شبه نظامیان را گروه های تروریستی می نامد و می گوید ارتش تا ریشه‌کن کردن کامل آنان عقب نشینی نخواهد کرد. به دنبال حمله امریکا به عراق در سال 2003 میلادی و سرنگونی حکومت صدام حسین، استان انبار خصوصا دو شهر رمادی و فلوجه محل شدیدترین نبرد شبه نظامیان سنی علیه امریکاییان و نیز دولت مرکزی عراق بوده است. یکی از فرماندهان شبه نظامیان تهدید کرد افراد قبایلی که با دولت مرکزی همکاری کنند به سزای خود خواهند رسید. ایران میگوید آماده است تجهیزات نظامی و مشاوره به دولت عراق یاری رساند.